سلام، خوش اومدین به رادیو اکتیو زون و بیو تو دانس. چقدر زیادی رسمی نیستم برای بیو تو دانس. سلام، خوش اومدین به رادیو اکتیو زون و برنامه بیو تو دانس. بازم رسمیه. الان خوبه ولی بیو تو دانسی نیست، قبول داری؟ خب آقا، این دیگه خوراک بیو تو دانس دیگه، اینم از ساندیس دیگه، واقعا رفتیم تو دانس آقا. سلام، خوش اومدین به رادیو اکتیو زون. بله درست اومدین، اینجا بیو تو دانسه، اینجا خود دانسه. شاید توی فضای مجازی یا حقیقی خیلی بهتون میگن که آقا بریم تو دانس، رفتیم تو دانس، بیاین تو دانس، همش دروغه، چون دانس واقعی اینجاست. مثل اکبر جوجه است، وقتی میرین شمال هزار تا شعبه داره، همه میگن شعبه اصلی، همشون دروغن آقا. اما سری بریم سر اصل مطلب. بیو تو دانس چیه؟ بیو تو دانس یه برنامه و یه مسابقه یه که تیم کچی بیتس راه اندازی کرد برای استعدادهای رپر و پرودوسر. این مسابقه حدود 2-3 ماه پیش کلید خورد، 2000 نفر شرکت کننده داشتیم و امروز قراره که تعداد رپرهایی که انتخاب شدن رو معرفی بکنیم. یه سری صحبت ها من، کچی بیتس، سوالک و ایلنویز راجبشون بزنیم. چهارشنبه قسمت دومه که قراره که کل این لیست نهایی بشه و از هفته دیگه واقعا میرین تو دانس. داستان بیو تو دانس اینطوریه که هفته دیگه کسایی که انتخاب میشن روی بیتی که خود کچی بیت اختصاصی برای بیو تو دانس زده بعد رپ کنن و بعد افراد نهایی، 8 نفر نهایی انتخاب میشن. سریع بریم و بیایم و لیست کسایی که انتخاب شدن رو با هم مرور. اول از همه بگم که اگه کانال سابسکرایب نکنی همین الان سابسکرایب بکنی و کامنت انگلیسی هم بذارید که ساب بمونید. نکته دوم هم اینه که این برنامه قراره که هفته ای دو بار از چنل رادیو اکتیو زون پخش بشه، برای همین حتما مطمئن باشین که سابسکرایب بکنی. اما سری بریم پیش کچ بیتس، توضیحات لازم برای این مسابقه بهتون بده، برگردیم بریم سر وقت لیست کسایی که انتخاب شدن. خب اینم از بیو تو دانس، بالاخره اومدیم با رادیو اکتیو زون. خب بیو تو دانس چجوری کار میکنه؟ از بین تمام کسایی که واسه ما کار فرستادن، هر کدوم از ما 4 نفر، یعنی من، الک، این نویز و رادیو اکتیو زون، اومدیم یه مشخصه رو روش مانوف دادیم، یکی از مشخصه هایی که یک آرتیست باید داشته باشه. مثلا من اومدم روی پتانسیل مانوف دادم و ببینم که این آرتیست پتانسیل اینو داره که وارد دانس بشه یا نه. الک اومده به لیریک و تکنیک نوشتاری نگاه میکنه و اگه طرف دیگه هم این نویز رو داریم که میاد روی استعداد خوندن و استایلی که اون آرتیست روی بیت میتونه داشته باشه نگاه میکنه و یزدان هم میخواد ببینه کی بیشتر بار میاد و بارای بهتری میاد یا پانچلاینای بهتری میاد که وارد مراحل نهایی بشیم و اون 16 نفر با هم دیگه بتلشون رو شروع بکنن. بچه خیلی مخلصی، من اومدم از لحاظ لیریکی به عنوان یه پرودوسر نگاه کردم به کار بچه‌ها و رأی خودمو از این طریق بهتون دادم. خب من ستاره‌ها بر اساس فلو استایل میدم و به عنوان یه پرودوسر اصلا وقتی گوش میدم میخوام ببینم که چه چیزی اون شخص میتونه به بیت اضافه کنه که از لحاظ شنوایی خیلی جالب‌تر بشه اون موزیک. کسایی که ستاره‌های بیشتری داشته باشن توی لیست ما جاشون سیف‌تره و میمونن و ستاره آخری که شما باید بدید خیلی کلیدیه و تعیین کننده اینه که چه کسی تو لیست باشه و چه کسی تو دانس نباشه. دمت گرم کچی، فکر کنم هر چیزی که لازم بود بدونید و کچی بیتس گفت. فقط اینو بهتون بگم که 13 نفر مستقیم رفتن مرحله بعدی، 3 نفر هنوز جا هست که برن توی لیست نهایی، 20 نفر داریم که توی ویت لیستمون حضور دارن، 2 ستاره از 4 ستاره رو گرفتن. این 3 نفر رو ما انتخاب نمی‌کنیم، بلکه شما با رأی خودتون میتونید اون 3 نفر نهایی رو انتخاب بکنید. حالا چطوری؟ این بالا لینک 3 تا از میکس تیپایی که ما تهیه کردیم هست. هر میکس تیپی 5 6 تا آرتیست حضور دارن و کاری که شما باید بکنید که این میکس تیپا رو گوش بدید، از این 5 6 تا آرتیست یه نفر، فقط یه نفر انتخاب کنید، توی کامنت سکشن رأی بدید. 3 تا میکس تیپ از هر کدوم یه نفر میشه، 3 نفر میرن به اون 13 نفر اضافه میشن و لیستمون کامل میشه. شما تا چهارشنبه وقت دارید که رأیاتون رو بدین، تا چهارشنبه تمام کسایی که رفتن به صورت تمام توی دانسا ما بهتون معرفی کنیم. خب آقا دیگه وقت تلف نکنیم، بریم لیست رو با هم ببینیم، برگردیم و راجع به 6 نفر اول با هم صحبت کنیم.
یه بار دیگه هم از طرف من به کسایی که انتخاب شدن تبریک میگم. حتی شما اگه تو این لیست آخرم بشید باید توجه داشته باشین که 2000 نفر به کچی بیتس ایمیل دادن و فقط 30 خورده نفر انتخاب شدن و اینی که شما جز این 30 نفر باشین واقعا افتخاره، ولی خب رقابته و خب طبیعتا باید یه تعدادی حذف بشن. اما بریم سراغ 6 نفر اول. نفر اولی که توی لیست ما بود دبهداده. خودم به شخص اول شروع میکنم، من همونطور که کچی بیتس گفت روی پانچ لاینا و بارا فوکس کردم و وقتی آهنگ بهداد یا همون دبهداد رو گوش دادم واقعا پشمام ریخت. بریم یه تیکش رو با هم گوش بدیم و بعد نظر کچی بیتس، سوالک و ایلنویز رو بشنویم، برگردیم بریم سراغ شرکت کننده بعدی یعنی آری. مثل کمه با ویپ میخواد با من به شقاطی، دارم با رپ فارسی تلپاتی، تو آویزونی انگا کرواتی، نزن زل اضافی کنسل آجی، میگه گوهیه واسه خودش، میگه جنس تونی مایی خوره، ما که اشتها نداریم ولی کاری کردیم خودی جا میخوره. خب من ده بهدادو خیلی باش حال کردم، از روز اولی که کارش شنیدم خیلی حال کردم. به نظر من یک پتانسیل زیاده که باید به نظر من بیاد تو دانس. شما هم نظرتون راجبش بگید. بهداد از لحاظ لیریکی خیلی خفن مینویسی، استایلت هم خیلی دوست دارم. فکر میکنم تو یکی از اونایی که میای سنگین توی دانس. ده بهداد فلوت خیلی خفن بود، مکسات به نظرم خیلی به موقع بود، کلا خیلی حال کردم، بیا تو دانس. همونطور که بچه ها گفتن ده بهداد کارش درسته. البته ده بهداد تنها کسی نیست که 4 ستاره داره، بلکه آری و امیررضا هم هستن و کلن این 3 نفر هم توی رقابت خاصی حضور دارن. اما آری وقتی خیابونیم کجان اینا، وقتی بالای ما کجان اینا، داریم میشماریم پولا رو کجان اینا، ماهیم سر با کفشر کجان اینا، میدونی هنوزم خدای ما، کارامون یکی و جدا اینا، دیوونمون مثل کوکاینا، توی مخ تیم بیشتر از دوپامینا، توی مخ تیم بیشتر از دوپامینا. کجان اینا کلن بارای خیلی باحالی داشت و حالا از آز استایل اینا کچی بیتس و سوالکینویز بیشتر راجبش صحبت میکنم، ولی اگه بخوام به صورت اجمالی بگم 100% یه آرتیست آینده داره. آری رو من خیلی باحال کردم به خاطر اینکه منو برد توی ملودیایی که تو اتلانتا دارن میخونن سمت ترپ. مثلا یکی از کسایی که فهم میکنم خیلی نزدیک به ملودیای اونه نوه، که به نظر من خیلی باحال بود و به نظر من حتما باید توی دانس باشه. حالا شما هم نظرتون رو راجبش بگید. خب آری من خیلی با استایل آتوتونت حال کردم و به نظرم خیلی امروزیه و فلوات همه امروزی بود و خیلی خوب از آتوتون استفاده کرده، مخصوصا توی بک وکالات. آری ببین لیریکت خیلی امروزیه، یعنی منو یاد موزیکای همین امروزی که داره تو آمریکا میاد میندازه. به خاطر همین خیلی باهات ارتباط برقرار کردم، برو بریم که ببینم چیکار میکنی. بریم سراغ امیررضا، سومین و آخرین شرکت کننده ای که اونم 4 ستاره ای. نمیگه بیا تو فایت دای بکنید میکارو پاسکاری، بلسه دست من فکره بچه کس میکنم سیسه تو پانچگاری، که بگی بیتارو بازگایی ما مثل یه خوف آشناییم، من جوری تلورت میکنم به پری وری و سیانو راشناشی. امیررضا رو من خیلی باش حال کردم، دلیلش هم این بود که امیررضا یه استایلی داره که اون تسلط و باز تو توش میتونی ببینی و لفظایی میاد که برای خودش جدیده و باز یه سری لفظای جدید داره میاد. امیررضا چیکار داری میکنی داداش؟ خیلی قویه لیریکت، برو بریم ببینم تو ادامه چیکار میکنی. امیررضا به قول سوال چیکار داری میکنی داداش؟ اصلا کارت درست مرد. این از 3 نفر اول همونطوری گفتن بیشترین امتیاز یعنی 4 ستاره رو کامل دریافت کرده بودن. روی کاغذ حداقل این 3 نفر یعنی ده بهداد، آری و امیررضا بیشترین شانس ها دارن برای برنده شدن. اما بین سرخط شرکت کننده چهارم امید کلونی بریم نظر رو بشنویم برگردیم. ماشینا دود یا عادی کروک یا منو تو میبینی وسط شلوقی میکشم کوش، کافی یا جوس میزنی بغل دافی با جورا، گریشون رنت راضی با چک میشن یا پورسند. امید کلونی من کارشو قبلا هم گوش کرده بودم، توی بیا تو دانس دوباره کار فرستاد، من خیلی حال کردم. دلیل این که بهش ستاره دادم اینه که باز تونست یه سر و گردنی از بقیه بالاتر خودشو نشون بده و تونست نظر منو جلب بکنه علاوه بر پتانسیل، و من پتانسیلش تو چند تا کار شنیدم، فکر میکنم که بتونه جلوتر کارهای خفنی بکنه. امید کلونی ببین حس شعر تو خوب به من انتقال دادی، به خاطرم یه ستاره داری از سمت من، برو بریم.
امید جان سیست ابی بیایم. به نظرم کارت خیلی خوبه، حتما ادامه بده. واقعا من پانچلاینایی که زدی و به حسابی به سک و صورت هم خورد و خیلی باهات کیف کردم. رامتین فکر کنم یکی از اون شرکت کننده هاییه که توی بتل کوروش هم شرکت کرده بود، کارش خیلی خوبه. یه تیکش رو با هم گوش بدیم و بریم سرخت شرکت کننده آخر امروزمون، یعنی امیر حسین. دادی خیلی سوسکی تو دانس میاد، همه هم میشناسنش، همش همون خوباش میخواد. بگی منو لوکو میدم بهت، زود داش بیا. انگا هات باکس شده پر دود داش، ویلان بتل کوری به میگفتن شده سمی ورسون. رامتین یه استایل خیابونی باحال داره، میدونی یه حالت پررو داره، بعد تسلط باز داره روی شعرش و لفظاش هم لفظای خودشه. به نظر من پتانسیلش خیلی بالاست، میتونه جلوتر بیا توی دانس و حرکتای خفن بزنه. پس من نظرمو گفتم، ببینم نظر شما چیه، کامنت کنید. اما امیر حسین مورگافین بدتر کورو جنگتون استاد یار با کدومشم بگو، بری دنبال دنگ و فنگ بنگتون، دنبال چنگرم بدم به تو مزون. آخه کل رب چیه با تو که وقتی سر شب میشه سری گل خونه ای بکن جون به جونش همتون میمونه. امیر حسین یه جنس صدایی خاصی داره که اون جنس صداییشو به نظر من میتونه روش خیلی مانور بده و روی لفظایی که میخونه و اون استایلی که پرتاب میکنه کلمشو، به نظر من پتانسیلش خیلی بالاست. پس من بهش رأی دادم، ببینم نظر شما راجبش چیه. خب امیر حسین، به نظر من استایل فسخوندنت خیلی باحال بود، مخصوصا این قضیه که مثلا تون تو بالا پایین میکردی توی ورس با اینکه داشتی رپ میخوندی، خیلی حال کردم. بیا تو دانس امیر حسین. ببین بیا تو دانس ببینم میخوای چیکار کنی، چون لیریکت خیلی حال کردم. امیر حسین همونطور که کچی بیت گفت یه لفظ خیلی خاصی داره، یعنی اون نوعی که پرتاب میکنه عالیه، اصلا خوراک پانچلاینه و پانچلاین هم کم نداشتی اون ترکی که برای ما فرستاده و اون تیکه که گوش دادید. مطمئنم اگه بحث پانچ باشه امیر حسین کم نمیاره. اینم بگم که چهارشنبه پرودوسرهایی که انتخاب شدن رو معرفی میکنیم و بعد لیست رپ خونا رو هم یکی یکی میریم پایین تا این لیست هم تموم بشه. یادتون نره که حتما برید رای بدید. این بالا بازم میگم میکس تیپ ها هست، رای بدید که اونایی که شایستن حتما به این لیست اضافه بشن. حرف دیگه ای ندارم، تا ویدئوی بعدی، مخلص.